درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه، سیوم آوریل، نگاهی داریم به خلیج فارس. مطالبی که گفته میشه قدر و منزلت این ظرف که باعث خیر و برکت برای منطقه میتونه باشه بهش بی‌توجهی میکنن. لذا اولین گام این است که خلیج فارس از همه استعدادهاش به درستی استفاده بشه، سرمایه‌ای که وجود داره تبدیل بشه به یک حرکت آبادانی در منطقه و توسعه در زمینه‌های مختلف برای استان‌هایی که با خلیج فارس مرتبط هستن این پایه کار بشه. هم در بودجه هم در برنامه های 5 ساله انشاءالله با این تفکر موضوع دنبال خواهد. یکی از مهمترین مسائل در این شاخه همین بازی تحریف نام خلیج فارس است که البته اسناد بسیاری مبنی بر اصالت این نام و تحریف های صورت گرفته وجود دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس امروز در سخنرانی در جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس در بندر عباس با بیان اینکه کشورهای منطقه باید به همافزایی در قدرت بیاندیشند، نه مسابقه برای چنگ زدن به قدرت‌های بیرونی گفت. برخی ها تصور می‌کردند این موضوع زمینه‌ای برای فشار سیاسی به ایران است و واکنشی برای تحقیر خودشان است، در حالی که کشور ایران هیچگاه به دنبال تحقیر کشورهای همسایه نبوده و هیچ سایشی با آنها ندارد. لاریجانی گفت یک زمانی افراط‌گرایی در کشورهایی مانند ترکیه و مصر به وجود آمد که تمامی آنها با شکست مواجه شد و این موضوع نشان می‌دهد که همواره باید تفکر اسلامی سر لوحه امور قرار گیرد و تفکر ملی‌گرایی در اندازه خود نگریسته شود، نه اینکه ناسیونالیسم را جایگزین دین مردم کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال گفت کاخهای شیشه‌ای شیخ نشینان با ادامه روند حرکتشان شکسته می شود و تنها راهکار ثبات در منطقه استفاده از تئوری تعامل در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی در کشورهای منطقه است. رئیس قوه مقننه ایران تاکید کرد توسعه همه جانبه استانهای حاشیه‌ای خلیج فارس در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و در بودجه سال 93 این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌ها در نظر گرفته شده است. همزمان با روز ملی خلیج فارس، گروهی در سواحل شهرستان جاسک زنجیره انسانی به طول 1 کیلومتر تشکیل دادند. دهم اردیبهشت سال روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس، روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. یونانی‌ها این خلیج را پرسکوس می‌نامیدند و عرب‌ها از گذشته‌های دور آن را با نام بحرالفارس می‌شناختند. نام تاریخی این خلیج در زبان‌های گوناگون خلیج فارس یا دریای پارس بوده است. اما از دهه 50 و 60 میلادی نام‌هایی مانند خلیج عربی، خلیج بصره یا خلیج توسط کشورهای عربی منطقه به کار می‌رود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا دعوا بر سر نام خلیج فارس دعوای نژادی است یا حقوقی؟ همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه نژادی رو انتخاب کردن، اعتقاد دارن که این دعوا بر سر نام خلیج فارس سویه نژادی داره. کم میتونید به فیسبوک افق برید کماکان و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به موضع مقامات ایران و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس بر سر خلیج فارس. تجمع شماری از شهروندان تهران مقابل سفارت امارات متحده عربی و حمل پلاکارد‌های حاوی اعتراض به تحریف نام خلیج فارس و ادعای امارات در قبال جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. جمعیت کم سابقه ای از مردم تبریز در اولین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز ملی خلیج فارس شرکت کردند.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به جزیره کیش و رونمایی از تمر خلیج فارس. احمدی نژاد، ثبت ملی خلیج فارس که برای شناسایی ارزش‌های این منطقه است، مهر تأیید و تأکید مجددی است بر ویژگی‌های تمدن ملت ایران و تلاش بیشتر برای پیوستگی صلح و برادری در منطقه. امارات متحده عربی پرونده جزایر سگانه را به سازمان ملل متحد می‌برد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران سه جزیره را که بخشی از سرزمین امارات هستند در اشغال دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ابو موسا سفر کرد. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، سفر احمدی نژاد به جزیره ابو موسا نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین خود است. حمیدرضا شاکری نیاسر، سفیر ایران در سوئد. روز خلیج فارس فرصتی است برای نشان دادن اشتراک تمامی ایرانیان از هر دین، قبیله و باوری. مهدی حسن خانی مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در بنبئی به مناسبت 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس مسابقات فرهنگی ورزشی با شرکت دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی در شهرهای مختلف هندوستان آغاز می شود. بیننده افق صدای آمریکا هستید. اما مهمان‌های امشب افق آقای دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط بین‌الملل، مؤلف کتاب‌های متعدد از جمله مبانی حاکمیت تاریخی، حقوقی و سیاسی بر جزایر سگانه، تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا. آقای دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد که از پالو آلتو کالیفرنیا به ما می‌پیوندند، و آقای انور عبدالرحمن، سردبیر روزنامه اخبار خلیج که از منامه در بحرین با ما هستند. به همه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای دکتر باوند، تاریخ در مورد نام خلیج فارس به ما چه میگوید؟ نامی است که در اونجا که اسناد نوشته هست از 2500 سال پیش، نامی است که در جهان وقت اون تاریخ آغاز شده. به وسیله جغرافیدانان، مورخین، این نام بارهای بارها تکرار شده. آریان، بطلمیوس، استرابو، بلینی، نیارکوس، اسکیلات، استرابون، هرودوت، هوگارت، آراتوستن، پولیبیوس، گزنفون، گیبون و حتی بعد خود آلبوکر که در یادار به صورت پرتغالی، سرجام مرکم، لورد کرزن و هوتمان، شاردن، بروس و بلازری، محققین اسلامی و ایرانی، یعقوبی، تبری، مسعودی، ابوزید سیرفی، ادریسی، مقدسی، ابن بطوته، یاقوت، ابن هوغل، ابن بلخی، ابن خردادبه و تمام اینها تا 1950 که آقای سر چارلز به اصطلاح گریو این در کتابی به نام پایرات کوست یا به اصطلاح سواحل راهزنان دریایی در اونجا اشعار داشت که خلیج فارس که برخی از جوامع عربی مایلند آن را خلیج عربی بنامند، این سرآغازی شد که در 1956 در اتحادیه عرب
این نام مجهول آورده شد. حتی ناصر در کتاب خودش از اطلانتیک، از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس، نام خلیج فارس رو، نام تاریخیش رو به درستی ذکر کرده. بنابراین اونهایی که مدعی هستن تغییر مناطقی در فلسطین که به وسیله قدرت دیگری انجام میگیره، این نقض تاریخه، این خلاف اخلاق تاریخی و غیر و غیر و هست، به خود حق میدهند که یک اسم تاریخی که اون رو دیگران بر این نام این پهنه آبی که در برای بیش از 1000 سال به عنوان یک دریاچه ایرانی بوده و جزء به اصطلاح ساتراپی 14 هخامنشی به نام مازون در زمان ساسانیان، حتی بعد از اسلام در زمان آل بویه، در زمان سلجوقیان، در زمان به اصطلاح حتی کسانی که به نحوی از آنها بر فارس حکومت میکردن که امرای هرمز تحت قلمرو و خراج‌گذار بودند، این پهنه آبی در طیف جاذبه اقتصادی، امنیتی، سیاسی ایران قرار گرفته. در حال حاضر نیمی از خلیج فارس عبارت از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ایران و به علاوه 33 جزیره که در این منطقه قرار گرفته. یعنی ایران بیش از همه این پهنه آبی در طیف امنیتیش، سیاسیش، اقتصادیش و فرهنگیش قرار داره. این نام عجین شده با تاریخ ایران، با نام ایران، و هر باری که مسئله خلیج فارس مطرح میشه برای هر ایرانی یک فکر ثانوی ایجاد میشه که چه بودیم و چه بودیم و چه هستیم و چه هستیم. یعنی احساس یک حالت انفعالی داره که این پهنه آبی که این عجین شده هست با تاریخ ایران و مردم ایران، امروز باید مورد ادعای برخی قرار بگیره که در گذر تاریخ حضوری نداشتن. در پوزیشن پیپری که هر سال در مجمع عمومی توضیح میشه، ادعا میشه که اینها دارای حاکمیت تاریخی بودن، فرض کنید بر جزایر خلیج فارس، در صورتی که حضور عربستان سعودی در 1800 از نجد گسترش پیدا میکنه، منطقه الحسا و قطیف رو تصرف میکنه، برمیگرده به 1800. بنیاس و بلفلاست، یعنی بنیاس ابوظبیر، بلفلاست دبی و مسئله به اصطلاح اعراب اتبا یا اتوبی، یکی در 1783 آل خلیفه میان در بحرین و آل سباه میرن در کویت. یعنی در واقع آقای دکتر به تعبیر دیگه شما میفرمایید که خلیج فارس درون مرزهای ایران بوده؟ نه، منظورم اینه کسانی که ادعای تاریخی میکنن حضورشون که آمدن به سواحل خلیج فارس از 200 و 220 سال تجاوز نمیکنه. این ادعای حاکمیت در طول تاریخ یک ادعای مجهول. قواسیم تنها قومی هستن که اراده به ریشش نظریه دوگانه، یا برخی میگن که از سیراف ایران مهاجرت کردن به جنوب، برخی ها خودشون میگن که از نجد اومدن. در هر حال تمام این ادعاها یکی برمیگرده به آغاز قرن 19، یکی هم به اواخر نیمه دوم قرن 18. ولی خلیج فارس در گذر 2500 سال تاریخ همواره با ایران بوده، جزئی از ایران بوده، در مقاطعی همطور که اشاره کردم یک دریاچه ایران بوده، چون تمام اطراف خلیج فارس جزء قلمرو امپراتوری ایران بوده. آقای دکتر بابندلت بکنید با ما باشید، برمیگردیم به شما. یک دو سال دیگه من دارم که حتما باهاتون در میون بگذاریم. آقای دکتر میلانی، شنیدید صحبت آقای دکتر باوند رو؟ علت این همه حساسیت آقای دکتر نسبت به خلیج فارس که در این به وجه چند سال گذشته ما شاهد هستیم چه هست؟ آیا ما در موارد دیگری هم شاهد چنین حساسیت هایی بودیم؟ صحبت هایی هم که امروز رئیس مجلس ایران آقای لاریجانی مطرح میکرد رو شنیدید؟ خواستم ببینم واکنششون در اون ارتباط چه است. ولی این حساسیت ها قبلا هم بوده، همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن در این گزارش بسیار بسیار آموزنده و پربارشون در مورد تاریخ این مفهوم، در واقع از دهه 50 میلادی هست که برای اولین بار این زمزمه شروع میشه. در دوران شاه
چندین بار این زمزمه مطرح میشه، ولی هر بار با قاطعیت دولت ایران در مقابلش واکنش نشون میده. برخی از کشورهایی که الان حتی مدعی هستند که صاحب حاکمیت هستند در خلیج یا بر برخی از این جزایر، در دهه 60 همونطوری که آقای دکتر هم به اشاره در واقع اشاره کردن، به تلویح بهش اشاره کردن، اصلا وجود خارجی نداشتن. برخی از این کشورها که الان صاحب نام و صاحب زر هستن، میخوان به کمک زرشون یک پدیده تاریخی رو تغییر بدن. در دوران شاه طبعا به خصوص در آغاز کار این شیخ نشین ها و تبدیلشون به کشورهای جدید، خروجشون از استعمار، نفوذ استعمار انگلیس، این زمزمه مطرح شد، ولی با قاطعیت در دوران شاه باش برخورد شد. من فکر میکنم این مقداری در آغاز کار جمهوری اسلامی در این مسئله خلل‌هایی دیده شد از طرف بعضی از این کشورهای دیگر منطقه، احساس کردن ایران شاید ضعیف است، احساس کردن ایران در سطح بین‌المللی منزوی است و فکر کردن از این طریق شاید بشه این زمزمه رو از نو تبدیل به یک صدای بلندی کرد. ولی اونقدر به گمان من صلاحیت تاریخی اونچنان که آقای دکتر دارن در مورد ریشه های تاریخی این قضیه ندارم، ولی اون اندکی که خودم مطالعه کردم در تاریخ قرن بیستم، واقعا این یک زمزمه بسیار بسیار هم ناپسندی است و هم به نظر من غیر قابل بردی است. یعنی یک بازی است که حتما بازنده خواهند بود، برای اینکه حتی خود دولت انگلستان، من تو اسنادشون میخوندم، تو اسناد انگلستان شما به آشکارا به کرات میبینید که حتی وقتی که این تخم لق و شکوندن در ذهن برخی از کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس، خودشون در اسناد داخلی خودشون در گزارش های ادارات مثلا ارتشیشون دائم به خلیج فارس به عنوان خلیج فارس اشاره میکنند. این رو هم اضافه کنم که انگلستان هم نه تنها اول بار خلیج عربی رو به این صورت مطرح کرد، بلکه انگلستان هم هست که اول بار این تخم لق دیگری رو شکون که به این آب راه بگیم خلیج. الان اونها هستن که رسما تنها کشوری هستن که از این واژه مجعول خلیج استفاده میکنن، انگار مثلا به اقیانوس بگیم اقیانوس به جای اینکه بگیم اقیانوس اتلانتیک یا اقیانوس هند. آقای دکتر، یه نکته که اشاره کردید اگه میشه مختصر توضیح بفرمایید، وقتی که به ریشه های این که چه زمانی آغاز شد، آقای دکتر بابند هم گفتن دهه 50 و 60 وقتی این بحث مطرح شد، ایده اعتقاد دارن که اساسا اون رقابتی که عبدالکریم قاسم در عراق 1959 و بعد جمال عبدالناصر 1963 بر سر این بحث خلیج عربی مطرح میکنن و واژه فارس رو از کنار خلیج فارس برمی‌دارند، اینها بیشتر رقابت درون عربی بر سر رهبری جهان عرب بود بیش از اون چه که بخوان رقابت با ایران باشه. من فکر میکنم هر دوش بود، یعنی هر دو، هم بین مصر و عراق و بعد سوریه برای رهبری این پدیده پانس عربیزم جدید رقابت بود، ولی با ایران هم بود. فراموش نکنیم که در همون دورانی است که شما بهش اشاره میکنید که برای اولین بار و تا اونجایی که من در اسناد پیدا کردم اول بار در قاهره اعلامیه در مورد جنبش آزادی بخش عربستان ایران صادر شد و ادعا شد که این رو عده‌ای از ایرانیان عرب زبانی که در خوزستان زندگی میکنند تهیه کردن. یعنی از شما این رو از همون آخر دهه 50 این تنش جدی رو بین ایران و مصر و ایران و عراق میبینید و کاملا محسوسه، برای شاه محسوسه که حتی این رو دوباره کاملا میشه در اسناد دید که شاه از 59 به بعد در واقع آرایش دفاعی ارتش ایران رو عوض میکنه. تا 58 گمان شاه بود این بود که خطر از طرف شوروی خواهد بود، رادارها، پایگاه های هوایی همه برای مقابله با ارتش مهاجم شوروی تهیه شده، ولی بعد از 59 شما میبینید که یک بازارایی کامل شده، یک سیستم های دفاعی جدید، برای اینکه شاه گمان میکرد و تجربه تاریخی هم نشون داد که این گمانش درست بود که خطر این بار از طرف
اعراب به خصوص عراق خواهد بود. آقای عبدالرحمن، شنیدید صحبت‌های آقای دکتر باوند و آقای دکتر میلانی رو؟ استدلال اونهایی که خواهان برداشته شدن فارس از کنار نام خلیج فارس هستن چه هست؟ حقیقتا این موضوع خیلی بزرگ و مهمه و ما نمیتوانیم از خلال تعصب ملیت یک حقیقت تاریخ را نگاه کنیم. این دریاچه قرار گرفته وسط دو خاک، از یک طرفش ایرانه و از طرف دوم اعرابن. حالا حتی اگر بر بگردیم به اصول تاریخ و معنی چه کسی قبل بوده، این سوال خیلی بزرگه، چون به حکم یک عمر محدود 2500 ساله نمیتوان قضاوت کرد. و اگر ایرانی ها فقط اعتماد و استنادی که چون اونها 2500 سال امپراتوری داشتن، پس این دریاچه به اسم اونهاست، اعراب میگوین که ما 10,000 سال پیش اینجا بودیم. ما میدانیم که عنصر آریایی که ایران جزئی از آریایی است، از جنوب اورال تقریبا 11,000 سال پیش از نتیجه خشکسالی و قحطی رو به هند کردن و اونجا موندن. بعد از اون دوباره به نتیجه‌ای که خشکسالی اونجا بود رسیدن به جایی که امروز ایران است. این در هجری اول، the first exodus، که 10,000 سال پیش بود. بعد از اون بعضیا موندن، بعضیا بازگشتن که به هند، و براهمانز و غیر ذالک که عنصر آریایی هستن، از همون فسیله ای هستن، بعضی هاشون که رفتن که امروز آلمانه و اتریشه. پس اما اعراب از روزی که طبیعت خلقت شد، اینها همیشه همونطور که میگن در همین خاک بودن، در همین صحرا بودن و از جایی به جای دیگر نیومدن. حالا این نکته خیلی مهمه، چون اگر ایران فقط افضلیت و حق خودش را اینطور میبیند که من قدیمترم، این مقدمه خیلی لازم بود که بدانن تمام شنوندگان و بینندگان بدانن که این نکته جالبی است که ما نمیتوانیم روی اون استناد کنیم. اگر استناد بشه، اعراب بالاتر از 20,000 یا 30,000 سال پیش در این منطقه بودن و از اینجا هم حرکت نکردن. اون عنصر آری بود که از جا به جا شد و به جا رسید و حالا ادعا داره. این یک. اولین مؤشری که در تاریخ ما داریم که به کتاب‌های غرب رسید، وقتی که فرماندار نظامی اسکندر به نام نیارکوس که در سال 1300 قبل میلاد با هجوم اسکندر، وقتی که به این دریا رسید و چون هدفشون فقط پرشیا بود و به ساحل خاک ایران حرکت می کرد، از اونجا نامه ای نوشت که ما حالا به خلیج فارس رسیده ایم. این اولین استنادی که ثابته و قابل که انسان تقدیر کنه که این حقیقت شده. ولی این یک فقط افسری بود که حقیقت تاریخ نمی فهمید و از جغرافی هم دور بود. ولی بعد از آن یا قبل از آن، این اسم این منطقه دریای عرب بوده، دریای عراق بوده، دریای بصره بوده، دریای احساء بوده، دریای قطیف بوده، دریای عرب هم بوده. ما گمان میکنم در وقت حاضر ما چیزی که احتیاج داریم یک حقیقت ببینیم. چه کسانی خدمتی بیشتر از طرف ساحل خود به این خلیج کرده؟ آیا ایران بیشتر کرده یا عربها؟ ما میبینیم امروز حرکت هواپیماهای جهان به این طرف، روزی 3000 هواپیما به ساحل عربی خلیج پرواز میکنن. چند دونه به ایران میرن؟ به جز مشهد و خراسان دیگه جای دیگه نمیدونم. حرکت اقتصاد، چقدر اقتصاد اینها به وجود آورده؟ این دریاچه از ساحل عربیش
چقدر تجارت در حرکت از جانب ایران وارد ایرانیا جواب بدم. آقای دکتر عبدالرحمن لحظه اجازه بدید برای اینکه میخوام بحث رو از اون زمینه تاریخی خیلی به سرعت به امروز نیاریم، چون نکاتی رو مطرح کردید که قطعا قابل بحث است. آقای دکتر باوند، شنیدید استدلال آقای عبدالرحمن رو؟ پاسخ شما چه هست به این استدلال افرادی که خواهان برداشته شدن فارس از کنار خلیج فارس؟ بله، من بدون اجازه، اولا در این منطقه سومری ها و ایلامی ها به هیچ وجه عرب نبودند. قدیمی ترین تاریخ این منطقه مربوط به سومری هاست که 5000 سال قبل از میلاد بوده و ایلامی ها. بنابراین اینها عرب نبودند، کشور ساحلی خلیج فارس بودند. یک. دو، ایشون فرسون از نیارکوس شروع شده. قبل از نیارکوس ایشون بس تاریخ بدونن، جغرافیدانان یونانی قبل از اینکه به صدا اسکندر بیاد مسلط بشه مقدونیه، آریان، بطلمیوس و استرابون اینها به نام خلیج فارس رو در کتبشون و حتی هرودوت و گزنفون و بنابراین اینها همه قبل از نیارکوس و اسکندر بودند. و نکته دوم، همونطوری گفتم، سومری ها و ایلامی ها به هیچ وجه سامی نبودن، عرب هم نبودن، بلکه 5000 سال قبل از میلاد بر سواحل این پهنه حضور داشتن و اعمال حاکمیت میکردن. آقای دکتر، در اسناد سازمان ملل، موضع سازمان ملل اساساً در مورد این قضیه کاملا روشنه؟ بله، موضع سازمان ملل وقتی که این عنوان مجعود مطرح شد، سازمان ملل نکته ای رو یاد داشتی رو توضیح کرد که از لحاظ سازمان ملل و سازمان های بین المللی رعایت نام تاریخی خلیج فارس. آیا شما در جریان هستید که در اسنادی که سازمان ملل به عربی مکاتبه میکنه از واژه خلیج عربی استفاده بشه؟ نمیدونم، اون رو من نمیدونم، اون متوجه نشدم حقیقت چه بخواید. بسیار خب، آقای دکتر میلانی، در مورد اون چه که آقای عبدالرحمن گفتن اگه مطلبی دارید بفرمایید. ولی اولا در مورد سازمان ملل، سازمان ملل یک گروه تحقیقاتی ایجاد کرد در مورد نام و یک نتیجه تحقیقاتشون رو فکر میکنم 2006 بود در یک سندی منتشر کردند و اونجا با قاطعیت میگن که نام خلیج عربی مجعوله. این که اگر بخوایم به خدماتی که ایرانی ها کردند در مورد خلیج و قیاسش بکنیم با اون چی که ایشون دوباره عرب میگن، یعنی دوباره از حرفایی که آقای دکتر بابند زدن و از تاریخ، این واقعیت رو نباید فراموش کنیم که مفهوم عرب در مفهومی که امروز ازش استفاده میشه مفهومی است که بعد از اسلام آمده و بعد از تحمیل زبان عرب به کشورهای مختلف با قومیت‌های مختلف آمده. یعنی اون مفهوم در ریشه اصلیش خیلی محدودتر هست. عرب دقیقاً یک مفهوم بسیار بسیار محدودی است از کسانی که در عربستان زندگی می‌کردند. و اینکه بخوایم تعداد پروازها رو مثلا ملاک نامگذاری برای یک آب یا یک شهر یا یک کشور حتی بگیریم، یه پدیده بسیار مسخره میشه. اگر بخواید مثلا در مورد اینکه کی در کجا قدیم تر بوده و پس حق حاکمیت داره، حتی اگر درست باشه که دوباره تمدن‌های مختلفی که در اونجا بودن و هیچ کدوم عرب نبودن و خیلی قرابتشون با این طرف بیشتر بوده، تمدن جیروف مثلا، همین ایلامی که بهش اشاره کردن، کل تمدنی که ازش گیلگمش در اومده، اونها تمدن عرب نبودن که. منتها اگر بر اون سیاق بخوایم استدلال بکنیم، خب مثلا آمریکا هم باید الان منهتن هم سرخپوست ها ادعا بکنن برای اینکه قبیله های از سرخپوست ها در منهتن شاید 2-3 هزار سال موندن، کشورهای قومیت های مختلف اومدن و رفتن. بر اون اساس نمیشه قضاوت کرد. قضاوت های تاریخی رو بر اساس اسناد تاریخی و بر اساس عرف بین المللی به نظر من میشه عمل کرد. اگر بخوایم بر اساس تاریخیت به شکلی که دوستمون در بحرین میگن
مطرح بکنیم. خب خیلی کشورهای دیگه از جمله خود بحرین اون وقت مسئلهش باید مطرح بشه، از کی بحرین استقلال پیدا کرد، ادعای ترکیه مثلا نسبت به بعضی از این مناطق چجوری میشه، ادعاهای دیگران، ادعای ایران به بعضی از این مناطق چگونه میشه. بعد از آغاز عصر قانون، بعد از آمدن عصر سازمان های بین المللی، سعی میشه این مسائل رو از طریق عقل و از طریق عرف و از طریق قانون حل کرد، نه از طریق زر و زور و تبلیغ و پول دادن به فلان سازمان برای اینکه اسم موقتا تغییر بدن، پول دادن به فلان دانشگاه برای اینکه مرکز تحقیقاتی به این عنوان راه بندازن، استفاده کردن از قفلت موقتی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق تاریخی ایران. متاسفانه اگر بخواید میتونیم وارد این بحث بشیم، این تقابلی که در صحبت‌های ایشون بین عرب و ایرانی هست و این به اصطلاح خدمات متقابل ایران و اعراب چه در خلیج چه در اون منطقه، بحث بسیار بسیار به نظر من مهمی است. در هر دو طرف گرایشات افراطی وجود داره، ولی اگر بخوایم فارغ از گرایشات افراطی واقعا بشینیم و بحث بکنیم و ببینیم نقش ایرانیان در گسترش اون چه که اسلام گفته میشه چیه، از مورخین خود مسلمان مثل ابن خلدون بگیرید تا طبری در مورد نقش ایرانیان در تدوین اسلام و تنش‌هایی که بین ایران و عرب وجود داره، تنش‌هایی که حتی در قرآن قابل مشاهده است. در قرآن می‌بینیم که به عرب‌ها نوید پیروزی ارتش روم بر ارتش ایران داده میشه. اینها اگر بخوایم به ریشه‌های تاریخیش برگردیم که حتما باید برگردیم، نشون دهنده یه تنش‌های خیلی دیرینه‌ای هستند. ولی در این 50 سال اخیر به گمان من این تلاش برای تغییر نام خیلی زودتر از اون که تعداد پروازها به دبی به خاطر اینکه حالا پول نفت اونجاست، به خاطر هزار و یک مسئله دیگه ای که همه ازش مطلع هستیم زیاد شده، خیلی زودتر از اون شده. وقتی که دبی اصلا وجود خارجی نداشت، وقتی که بحرین از لحاظ قانونی بخشی از ایران بود، میبینیم که عده‌ای چه در مصر چه در انگلستان این زمزمه ها رو شروع کرده بود. آقای دکتر باوند، قبل از اینکه واکنش های عبدالرحمن رو بشنویم، این پرسشی که الان مطرح میشه بعد از صحبت های آقای میلانی این هست که اساسا این دعوای بر سر نام خلیج فارس و خلیج فارس دعوای بر سر مسائل نژادی است یا بر سر مسائل حقوقی؟ ببینید، این هم روانی هم نژادی، یعنی یه ریشه های نسبی تاریخی داره. ولی در تحولات جهان، در زمانی که جوامع سعی میکنن مبانی اختلاف رو از بین ببرن، حتی اونایی که در دو جنگ بزرگ جهانی رو در پشت داشتن بران شدن که در تحولات امروز باید راه سازگاری و نزدیکی و همکاری رو در پیش بگیرن، اینها یه مقدار عقده های تاریخیه. کسانی که به اصطلاح تازه به نوع استقلال رسیده اند، برای اظهار وجود شروع میکنن طرح چنین مسائلی. همطور که اشاره کردم، گفت چگونه است که در همین منطقه خاورمیانه وقتی دیگری اسامی رو تعویض میکنه به سازمان ملل شکایت میکنن، این رو نقض تاریخ میدونن، ولی خودشون در همون زمان اقدام میکنن به یک مسئله طرح عنوانی که مطرح نبوده. اولا ایشون گفتن که عنوان به اصطلاح دریای عرب مربوط به بحر احمر بوده، نه در این منطقه. هیچ وقت در این منطقه دریای عرب نبوده. حتی دریای عمان با وجود اینکه ایرانی ها دریای مکران هم اسمش بوده، هیچ وقت در مقام تغییرش بر نیامدن برای اینکه دریای عمانه، در صورتی که عمان در برخی از مقاطع تاریخی جزئی از قلمرو امپراتوری ایران بوده. بنابراین اونها به جای اینکه راه همسویی همکاری در منطقه ده. چون واقعیت جغرافیایی که نمیشه تغییر داد، محکومن که در جوار همدیگه زندگی کنن، ولی باید بر اساس دین
تصویر سازنده و مثبت، نه ایجاد طرح مسائلی که شکاف و دو دستگی و حالا خواه ریشه تاریخی داشته باشه یا روانی داشته باشه. در هر حال طرحش ایجاد گسست، طرحش ایجاد نفاق و چند دستگی میکنه و این دال بر این است که جوامع کشورهای جهان سوم یکی از دلایل اینکه دچار توقف‌های تاریخی میشن این است که پایبند به همین چنین مسائل و شعارها و عناوینی میشن که غیر از نفاق و چند دستگی و جدایی، به جای اینکه تحولات امروز جهانی همه دارن در دنبال رژیونالیزیشن میرن، گلوبالیزیشن میرن، به جای اینکه مبانی اختلاف رو برطرف کنن تشدید میکنن این مبانی. به نظر من یک نوع نابخردی سیاسی چیز دیگر نمیتوان تلقی کنه. آقای دکتر به شما برمیگردیم، لطف کنید با ما باشید. آقای عبدالرحمن شنیدید توضیحات آقای دکتر میلانی و آقای دکتر باوند رو؟ آقای عبدالرحمن اگر مطلبی دارید بفرمایید. جا بگیره که آقای دکتر باوند درباره خلق کردن سومری ها و عرب، این یکی از اشتباهات بزرگه. اولا باید بدونیم که حالا که برگردیم به انسایکلوپدیا بریتانیکا که بزرگترین مصدر تاریخ زبان هاست، نشان میدهد که سه الفبا، سه الفبت قدیمترین الفبت در تاریخ نوشتنی های بشر است. اول عربیه، دوم سومریه، سوم عبریه. هر سه اینها عمرشون بیشتر از 3500 ساله، در صورتی که سانسکریت بیشتر از 2800 سال نیست. پس این نشان میدهد که اعراب از اون زمان بودن و اهل دانش بودن و موندن و هستن. ما باید نادیده نگیریم این حقیقت ها. شما آیه عبدالرحمن اعتقاد دارید که این دعوا دعوای نژادی است بیش از اون که دعوای حقوقی باشه؟ البته که دعوای نژادیه. حالا بهت میگم چرا. بین انگلستان و فرانسه یک آب دریایی هست، اون رو میگن دریای مانش، انگلیزا میگن انگلیش چنل. این قدر در یک یورپین کمیونیتی هم هستن، ولی این حقیقت را هر کسی به طرز به نوعی خود ملیت خودش میبیند. ما نمیتونیم بگیم این غلطه اون صحیحه، این حقیقت در نظر میگیریم. اما موضوع دکتر میلان که میفرماد که اینها میخوان با زر و زور تغییر بدن، کمان نمی کنم اینها با زر و زور تغییر بدن. این یک حرفیست دور از مسئولیت و یک تطرفیه که اصلا از یک شخصی مانند جناب دکتر اصلا آرامتر صحبت کنن. این موضوع زر و زور نیست. امروز زور در دست ایرانه، قدرت در دست ایرانه، جنگ در دست ایرانه. اینا جنگ نمیخوان، اینا ملت جنگجو نیستن، همه ما میدانیم این. ولی باید طبقه دانشمند باید صلح و منفعت همه در نظر بگیره، نه اینکه ما بریم کورکورونه به یک طرف بچسبیم. این اشتباه بزرگه. ما اگر میخوایم صلح منطقه در نظر بگیریم، آرامش منطقه در نظر بگیریم، باید طبقه دانشمند همه اطراف خود به خود نزدیکتر کند، نه از هم دور کند. آقای عبدالرحمن اشاره میکنید به اینکه سلطجویی و جنگ طلبی برشک همین یکی دو سه روز گذشته مانوری که رسانه‌های عرب توصیف کردند بزرگترین مانور نظامی تاریخ عربستان هست، مانور سیف عبدالله یا شمشیر عبدالله برگزار شده. نشریه خود شما که عنوانش هم هست اخبار خلیج فارس، کنارش نداره اخبار خلیج فارس نیست، در اون یه مطلبی منتشر شده، خیلی کوتاه میخوام اینو توضیح بفرمایید، که صحبت از این میکنه که امپراتوری ایران بار دیگری بعد از دوران صفویه زیر بخشید. صدای من شنیده میشه آقای عبدالرحمن؟ ببخشید تکرار کن. سوال بر سر این بود که در نشریه شما، من نمیشنوم. خب ما سعی میکنیم ارتباطمون با شما برقرار بشه، برمیگردیم. ارتباط اسکایپمون ممکنه با شما مشکل داشته باشه، صدای من رو به خوبی نشنوید. حالا بفرمایید. میشنوم. الان میشنوید صدای من رو. اشاره به اون مطلبی است که در نشریه شما چاپ شده و صحبت از نگرانی است از اینکه یک امپراتوری دیگری بعد از صفویه در ایران، امپراتوری ایران زیر لوای شیعه داره شکل میگیره و اون مایه نگرانی اعراب حوزه منطقه خلیج فارس است. آیا اینه اون چیزی که در کانون صحبت شما هست، نگرانی از این هست؟ این سرمقاله خود بنده نوشته.
من نوشتم و این طور ننوشتم. من گفتم که یکی از باعث ملیت تاریخ ایران این است که شخص فاضلی مانند فردوسی در شاهنامه خودش دوباره ایران را زنده کرد و این حقیقت واضحه. بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، این واضحه. اعراب در منطقه اینجا میدانند که سیاست ایران یک سیاست مثلا توسعه دادن نفوذ ایرانه و این البته که هر کسی عاقل میبینه و میسنجه. امروز عراق مو یکی از مستعمره ایران شده. امروز ایران در یمن رولهای بازی میکنه که همچو میخواهد مثل عراق قرار بگیرن. آخه خودتون میدونید وقتی که آقای مالکی در تهران رفته بود که شرفیاب به مقابل دیدن مرشد بزرگ بشه، بهش گفتن که باید کروات در بیار. این بیچاره هم مجبور شد کرواتش در بیاره. خب یک رئیس وزراء مستقل، یک دولت مستقل آزاد، مگر باید قبول بکنه همچه کاری؟ دلیلی که خودش دست نشونده ای ایرانی ها هست. ما باید این حقیقت ها را نادیده نگیریم. اعراب حق دارن که تمام هرچه دارن یا ندارن ترتیب بدن که یک قوت دفاعی، الاقل دفاعی، باز تکرار میکنم، یک قوت دفاعی برای خودشون به وجود بیارن، چون ایران هدفهای بزرگ داره و این چیز طبقه دانشمند و فهمیده باید مسئولن که ما برای وصل کردن بیاییم نه برای فصل کردن بیاییم. من گمان میکنم که باید طبقه دانشمند رهبر مردم بشن، نه اینکه با اونهایی که خودشون راه راست، راه چاه از چاه راه راست نمیدونن، با اونها دوباره منظم بشن. البته در همین فضایی که صحبت میفرمایید، در این روزهایی که از اخباری که در ایران تصاویرش هم لحظات پیش دیدیم، بوسه‌ای بود که سفیر عربستان بر پیشانی آقای هاشمی رفسنجانی زد و بسیار خبرساز هم شده بود وقتی بحث این تنش ها رو میکنید. آقای باوند، اگر در مورد اون چه که آقای عبدالرحمن عنوان کردن و تلاش برای این گسترش ظاهرا امپراتوری در منطقه بفرمایید. یه نکته بگم و نکته دوم، اولا خط سومری ها اختراع کردن، نه عرب. درسته الفبار فینیقی ها، ولی خط رو سومری ها و دیگران هم خط میخی و غیره رو از سومری ها گرفتن. مثل هم هایروکلیف بود، همطور که میدونید به شکل نوعی شکل اجسام و غیره بود، حالا کار ندارم، ولی این اشتباه گفتن عرب، این رو سومری ها اولی بار خط. و اما در نکته که قدر چگونه است که عربستان به خودش اجازه میده در پاکستان، در افغانستان و حتی در آسیای مرکزی یا چچن بر اساس تغذیه مالی و ارزشی سلفیگری در اونجا رسوخ کنه، این همه نارسایی ها و این همه اختشاش و انسانکشی ها رو حمایت میکنه، به خودش این اجازه رو میده در منطقه، ولی دیگران در منطقه این حق و صلاحیت ندارن که در موازنه منطقه که بسال مسائل امنیتی خودشون چگونه هست که مصر دخالت میکنه، ترکیه دخالت میکنه، عربستان به خودش دخالت میده در افغانستان و در پاکستان و غیره، گروه های هم تغذیه مالی بکنه هم تغذیه ارزشی، و بعد به کشور دیگری که داره با 15 کشور به اصطلاح هم سرحده هم مرزه، به اون معتقده که اصلا نباید دخالتی در هیچ جا بکنه. چگونه هست که کشوری به قطر به خودش اجازه میده در فرق بفرمایید فراتر از حدود خودش دخالت بکنه، ولی یه کشوری مثل ایران برای بقای خودش در این تنشی که در منطقه وجود داره، برای موازنه‌ای که میباید در منطقه ایجاد بشه، این حق رو از خودش سلب بکنه؟ آقای دکتر میلانی، اگر مطلبی دارید بفرمایید. و یه پرسش هم میخواستم با شما در میان بگذارم، که وقتی بحث امروز میشه و الان تصویری هم که آقای عبدالرحمن و آقای دکتر باوند دادن، اون که دست بالا رو داره اصطلاحاً در مناسبات بین المللی، آیا اون تلاش میکنه
این گفتمان رو اداره بکنه. الان به نظر شما با توجه به تحولاتی که دولت آقای روحانی آغاز کرده در این چند ماه گذشته، آیا تونستن از اون وضعیت گذشته بیرون بیان، شرایط رو به سمتی ببرن که یک در واقع چشمانداز روشنتری رو بشه دید از این فضای تنشی که الان بحثش هم مطرح شد؟ به هر شکلی گرفتاری هایی که وجود داره ریشه نژادی داره، صرف نظر از مسائل حقوقی که مطرح هست. ببینید، اولا وقتی که صحبت از زور میکنیم، زور فقط نیروی نظامی نیست، پول هم زوره. کمک کردن به دانشگاه‌ها به شرط اینکه واژه خلیج عربی استفاده بکنن پول، کمک دادن به محققین به شرط اینکه کتاب در این زمینه بنویسن هم زره و هم زوره، و هر دو راه به جایی نمیبره، برای اینکه به گمان من در مقابل یک واقعیت تاریخی بسیار بسیار دیرینه و جا افتاده‌ای قرار دارن. در مورد منطقه هم ایشون از بحرین دارن صحبت میکنن. الان کشوری که در بحرین نیرو داره و داره با مردم بحرین که خواهان حق بیشتری در اداره مملکتشون هستن، شیعیان بحرین، کشوری که در اونجا نیرو داره و در سرکوب این نیروها داره شرکت میکنه، نیروهای تساوی خواه شرکت میکنه، عربستان سعودی است. من با دخالت ایران در کارهای کشورهای دیگه، من با حضور ایران در کارهای کشورهای دیگه کار ندارم. من اصولا مخالف اینم که هر کشوری در کشورهای دیگه دخالت بکنه. من با فعالیت‌های خشونتبار مخالفم، ولی الان عربستانی که در بحرین نیرو داره، به گمان من آقای روحانی و دولتش کاملا متوجه هستن که نتیجه سیاست‌های 8 سال اخیر انزوای ایران بود، احساس و در نتیجه انزوا، در نتیجه ضعف اقتصادی، در نتیجه محاصره اقتصادی کشورهای دیگری که قاعدتا قبلا فکر نمی‌کردن که میتونن با ایران به چالش برن، الان فکر می‌کردن که میتونن این کارو بکنن. من فکر می‌کنم اگر این وضع در ایران ادامه پیدا بکنه، این روش آقای روحانی ادامه پیدا بکنه و زیرابش رو به نوعی نزنن، و می‌بینیم که تلاش‌های جدی هست برای اینکه جلوی کاراش رو بگیرن، و اگر ترکیه هم تحولاتش در مسیری بره که من فکر می‌کنم خواهد رفت، اون وقت به نظر من با یه منطقه خاورمیانه کاملا نوعی روبرو خواهیم بود که در اون ایران میتونه نقش بسیار موثرتری از اونچه که در گذشته و صرفا از طریق مثلا حزب الله یا اسد داشته بازی بکنه. آقای دکتر باوند، یک سوال اگه میشه پاسخ کوتاه بفرمایید تا با آقای عبدالرحمن هم بر بحث دنبال بکنیم. برای من این فرض به عنوان فرض محال مطرح میکنم، اگر در یک شرایط فرض محال، باز تاکید میکنم، که نام خلیج فارس تغییر بکنه، آیا تغییر نام منجر به تغییر حقوق ایران هم میشه؟ تغییره. من همطوری که اشاره کردم، ببینید 50 مایل یعنی بیش از نیمی از خلیج فارس منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ایرانه، و بنابراین منشأ درآمد مردم ایران هم از منابع آفشور و آنشور که در خلیج فارس و خارج از خلیج فارس، از این پیرامون همین منطقه است لااقل، و بنابراین برای ایران ارزش اقتصادی داره، این مسئله اعتبار تاریخی داره و ارزش امنیتی داره برای ایران، و بنابراین همطور که اشاره کردم این در طیف جاذبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی ایران قرار گرفته، و بنابراین در جایی که بسیاری از کشورها ممکنه منافع جهانی داشته باشند یا منافع منطقه‌ای داشته باشند، ابعاد امنیتیشون گسترش پیدا میکنه، کشوری مثل ایران در منطقه این حداقل ابعاد امنیتی و سیاسی و اقتصادیشه. گویی که در یه تاریخ ایران معتقد بود که ابعاد امنیتیش و اقتصادی به پهنه اقیانوس هند، در مثلث ایران، آفریقای جنوبی، استرالیا تسری پیدا میکنه، ولی در این حد اقلی که ناظر به منافع اقتصادی و سیاسی و امنیت ایرانه، گریزناپذیر همطور که اشاره کردم خلیج فارس در طیف جاذبه به اصطلاح
امنیتی سیاسی و اقتصادی ایران قرار داره. آقای عبدالرحمن، وقتی که این صحبت آقای باوند رو شنیدید، آقای میلانی هم مطالبی رو عنوان کردن، بحث بر سر این هست که نام خلیج فارس تغییر نمی‌کنه. این موازی رو برشک ایران داشته در طول سالها و تغییرم نخواهد کرد. پرسش الان این هست که بدون تلاش برای، بدون هر گونه امید به اینکه نام خلیج فارس تغییر بکنه، آیا اگر حقوقی هست که تصور میکنید شما از کشورهای منطقه یا از عرب تضییع شده، این حقوق رو نمیشه بدون درخواست تغییر نام خلیج فارس پیگیری کرد؟ خب واضح خودتون میدونید که ایران روزی که انگلستان از منطقه بیرون رفت، در زمان شاه سه جزیره اشغال شد. این سه جزیره سالهای سال اعراب در اونجا سه جزیره بودن. این یک. دوم، همون احتیاجی که ایران به خلیج یا خلیج فارس که بهش میگه خلیج عرب دارد، همون اعراب هم دارن. لذلک اگر اینها هر دو طرف دور از تعصب ملی بشن، میتوانن یک حقیقت بزرگتری به وجود بیارن که صلح و امان منطقه را به عهده‌داری هر دو طرف باشد. به نظر من این چیز ممکنه بشه. امروز نشد، ممکنه 30 سال دیگه بشه، 40 سال دیگه بشه، چون مردم از این تعصب ملی دیگر سیرن. امروز عربستان سعودی بیشتر از 30,000 پی‌اچ‌دی هولدر داره. در 30 سال آینده ممکنه اینا 150,000 باشن. اینا کسانی هستن که در تمام علوم دست دارن و همچو کویت و همچو بقیه امارات عربی. پس طبقه دانشمند بزرگ به وجود میاد که اینها میتوانن تمام مشکلاتی که پدراشون و اجداداشون، چه از طرف خودشون و چه از طرف ایرانی ها که نتوانستن حل کنن، آخر با همدیگر میشینن. و این موضوعی که ما بگیم که فقط خروس یک پا داره، این مشکل حل نمیشه. ما میخواهیم که اصلا این خلیج برای صلح، آبادی، آرامش، اقتصاد، حرکت به وجود بیاد، نه به خاطر ترس و تاریکی. آقای دکتر باوند، شنیدی صحبت آقای عبدالرحمن رو؟ یه پرسشی که مطرح میشه، اگه میشه توضیح بفرمایید، این هست که شما، من میدونم سالها در مورد بحث جزایر سگانه تحقیق کردید، به تفصیل کارهایی رو منتشر کردید. چقدر صرف نظر از حساسیت های ملی که وجود داره، چقدر به اون استدلالی که اماراتی ها مطرح میکنند شما حق میدید؟ والا من آری از تعصب ملی و غیره، چون من تحقیق و تتبع تاریخی کردم در جزئیاتش و بنابراین اون تعلق این جزایر به ایران اصلا گریزناپذیره. شما این جزایر در یک مجمع جزایر قرار گرفته که عبارت از فرور، نبی فرور، سیری، سری، ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. شما به این اسناد، این آقایون برن اسناد دستور عمد انگلستان رو به کاکس بخوانند که اونجا سعی بکنید در جزایر ایرانی شیخی یا رئیسی پیدا کنید که ما به نام اونها ادعای رو مطرح بکنیم. ایشون اشاره کردن که جمعیت، آیا جمعیت در بحرین که ایرانی تبارها بودند، که بودند و هستند، حالا شیعش کار نداریم، این استدلالی که ایشون میفرمایند، بنابراین آیا ایران محق نیست این ادعای رو مطرح کنه؟ ایران یک کشوری بوده که تساهل سازگاری داشته، هیچ وقت تعصبی نداشته، بدون اینکه اقوام دیگری هر زبانی هر ملت داشته باشند در اون قلمرو زندگی بکنند، و بنابراین در گذر تاریخ بوده. و این مسائل خلیج فارس اون موقعی که ایشون اشاره می‌فرمان به نام پایلات کوس بوده، راهزنان دریایی بوده، حتی انگلیس‌ها حاضر نبودن عنوان اطلاق حاکمیت قائل بشن. خود ایشون اسناد خوندن میدونن دیگه، خود ایشون آگاهی دارن. و بنابراین اطلاق این جزایر به ایران یک واقعیت تاریخی است. من اینی که عرض میکنم خالی از هر گونه تعصب میگم، احساسات ملی میگم، چون به زرس قاطع از نظر حقوقی و
بالاخره شما اطلاق یک سرزمین یا یک جزایری رو شما مطرح میکنید، باید در گذر تاریخ ریشه‌یابی بکنید واقعیت ها رو. یه قدرت استعماری اومده جزیره ارزش استراتژیک داشته، در خطر مسئله ورود قدرت نوخاسته آلمان و روسیه بودی که البته روسیه نوخاسته نبوده، برام بوده که بتونه نزدیکی تنگه هرمز رو کنترل بکنه. این سه جزیره ارزش استراتژیک داشته، تنب کوچک، تنب خشک غیر مسکونیه، ارزشی در اون تاریخ نه از نظر کشاورزی داشته و نداشته. حتی تنب بزرگ هم که چاهی بوده یا آبی داشته، ولی صرفا به دلیل ارزش استراتژیکیش که مسائل و منافع انگلستان اقتضا می‌کرده اشغال غیرقانونی شده. و در اون تاریخ هم همونطور که دستور عمل اعلامیه لنستان وزیر خارجه انگلیس دستور عمل صریح به کاکس میدن که شما سعی کنید این جزایر متعلق در 1911 انگلستان از ایران میخواد که تمام جزایر بفروشی یا 99 ساله اجاره بده. یعنی ضرورت منافعش تجاری، حریم امنیت شبه قاره هند، مسائل استراتژیش و جلوگیری از ورود و حضور نفوذ قدرت‌های دیگر، همه و همه در این جهت بوده. این اداره تو اسناد اینجا آفیس، رکورد آفیس انگلستان، این پیشنهاد 60922 هم ادامه داشت که ایران رو قروضی که خواسته بود منوط کرده بود که ایران جزایر رو بفروشه یا 99 ساله اجاره بده. بله. بنابراین این سوابقیست که ایشون ادعا میکنن اصلا در تنب کوچک سکنه ای نداشته، تنب بزرگ هم سکنه ای نداشته به اون عنوانی که ایشون میفرمان. آقای دکتر میلانی، وقت اندکی داریم، یک پرسشی که مطرح میشه اگر مطلبم در مورد صحبت قبل دارید بفرمایید، و اون هم این هست که وقتی بحث توسعه، آقای عبدالرحمن هم به شکلی ابتدای بحث اشاره کردن که وقتی مردم ایران در جنوب به ساحل جنوبی خلیج فارس نگاه میکنن، به هر شکل و بدون تعارف باید بگیم شاید گونه حسرت در این نگاه دیده بشه به لحاظ توسعه که در اون سوی آبها صورت گرفته. واقعا آیا تمام این بحثی که ما بر سر خلیج فارس مطرح میکنیم آیا به تامین منافع ملی، به تامین منافع مردم کمکی کرده؟ حتی بحث مثلا قدرت رسانه‌ای مطرح میشه که در جریان اون اتفاقی که گوگل و بحث خلیج عربی و خلیج فارس پیش اومد، بسیاری از رسانه‌ها اومدن، الجزیره الان به شکلی که از رسانه‌های پرقدرت منطقه است. چگونه در این وضعیت میشه یک راهکار عملی برای خروج از این وضعیت ارائه کرد؟ من اولا در مورد سه جزیره، مسئله سه جزیره دقیقاً با مسئله بحرین در مذاکراتی که بین شاه انگلیس، آمریکا و سازمان ملل میشه و گاه هم شیخ نشین ها وارد این بحث ها میشن، کاملا بخشی از یک بحث واحدی است. شاه قبل از اینکه این مسئله رو مطرح بکنه یک دیپلمات ایرانی رو میفرسته به انگلستان. او در نزدیک دو سال اونجا از خود اسناد دولت انگلستان یک مجموعه عظیمی فراهم میاره که نشون میده که انگلیس ها هم خودشون میدونستن که ایران حق حاکمیت بر این جزایر داره. به همین خاطر دوباره از لحاظ تاریخی اگه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خیلی مسئله جالبتر و پیچیده‌تر از اون چیزیست که دوستمون میگن. بدون شک الان در اونور خلیج، خلیج فارس، در دبی، در قطر، در کویت رشد اقتصادی زیادی شده. بخش مهمی از این رشد اقتصادی به گمان من در نتیجه سیاست‌های نادرستی است که در سال‌های اخیر در ایران اتخاذ شده و این فرصت رو ایجاد کرده. اونچه که در دبی اتفاق افتاد اگر برگردید قرار بود در کیش اتفاق بیفته. بعضی از حتی طرح‌هایی که در دبی پیاده شد از طرف شرکت‌های آمریکایی طرح‌هایی بود که قبلا قرار بود در کیش پیاده بکنن. وقتی که این جنگ ایران و عراق شد، وقتی که سیاست‌های بعد پیش آمد، طبعاً یه فرصت طلایی پیدا شد. من خوشحالم که برای مردم اون منطقه که این فرصت برای اونها پیدا شده. ولی به نظر من با آغاز یک سیاست پردرایت در ایران، سیاست پرکفایت در ایران، سیاستی که بتونه از این امکانات طبیعی استفاده بکنه، دیری نخواهد بود که ما جبران مفاد خواهیم کرد و اون نفوذ
اقتصادی به نظر من در مقایسه با اون چی که ایران بالقوه میتونه باشه در منطقه، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ معنوی. یادمون نره ایشون به چند تا دانشگاه در عربستان و در کویت و اینها اشاره کردن که همشون بدون استثناء با کمک دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی تأسیس شدن. بله. ولی ببینید ایرانی‌ها در خارج چه امکاناتی دارن و اگر یک ایران دموکراتیکی وجود داشته باشه که داخل و خارج رو بتونه امکاناتش رو به هم وصل بکنه، جای قبطه فراوانی برای ایران نخواهد بود. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عباس میلانی. آقای دکتر باوند از شما هم تشکر میکنم. آقای انور عبدالرحمن از هر سه شما سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه امشب افق. بحث بسیار گرم و داغی بود، دوست داشتیم وقت بیشتری داشتیم و این رو اونبال میکردیم. متاسفانه وقت برنامه پایان رسیده. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. برنامه پنجشنبه افق موضوعش انتخابات عراق، پیامدها برای ایران و سوریه هست. مهمانها عادل مراد، علی اونی و سالم مشکور هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.